تو این قسمت میخوایم بریم این لوگو موشن مایع رو با هم بسازیم. حتی که ببینین به این شکل ظاهر میشه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اول یک پروژه جدیدی ایجاد میکنم. میخوام اینا رو از صفر بهتون آموزش بدم. یک کامپوزیشن جدید ایجاد میکنم. برای رنگ بکراند میتونیم این ابزار رکتنگل رو انتخاب کنیم. حالا استروکش رو برداریم چون استروکش رو لازم نداریم. رنگ مثلا آبی انتخاب میکنم و روش دابل کلیک میکنم. به این شکل یک بکراندی ساخته میشه. خب میخوایم از این بر به این سمت حرکت کنه. پوزیشن بهش میدم. اینجا مثلا فرض کنید توی 2 ثانیه میخوام اتفاق بیفته. میام ثانیه 2. اینجا هم یک کی فریم ایجاد میکنم. میام فریم اول و اینو توی محور X جابجا میکنم و از صحنه خارجش میکنم. 2 تا کی فریم هم انتخاب میکنم. F9 رو میزنم که ایزیز بشن به این شکل. و برای تبدیل کردن این به مایع میتونیم از افکت Turbulent Displace استفاده کنیم. توی منوی افکت توی قسمت Distort Turbulent Displace رو روی این قرار میدم. وارد قسمت Effects Control میشم. این قسمت Displacement رو میذارم روی Twist و مقدار Amount رو هم زیاد میکنم. مثلا میذارم 150 به این شکل. الان همچی چیزی داریم. اگه بخواید شدت این به قول معروف مایع رو زیادتر بکنیم، باید این قسمت Evaluation روش Alt رو نگه داریم، روش کلیک کنیم تا بخش Escape نویسی باز بشه. اگه خاطرتون باشه ما مثلا موقعی که میخواستیم تایر رو بچرخونیم توی بخش Rotation Time ضربه در یه چیزی وارد میکردیم. اینجا هم همین شکلیه. میخواییم مثلا Time ضربه در دیویت رو وارد کنیم و به این شکل میبینین یک حالت جذابتری به این مایعمون بدیم. خب حالا میتونیم از این یک دوپلیکیت بگیریم. کنترل دی رو میزنم، مثلا رنگش رو میکنم سفید به این شکل. الان اگه بخواین دقیقا روی این قرار گرفته نشه، اینو یکم جابجا میکنیم به سمت جلو. ببینین پشتش سفیده. از این مجددا یه دوپلیکیت دیگه میگیرم، مثلا رنگش رو میکنم سیاه. باز اینم یکم فاصله بهش میدم. کنترل دی. مثلا رنگ نهایی میخوام آبی مثلا پر رنگ باشه به این شکل. اوکی. و اینو یکم دیگه جابجا میکنم. تا الان همچی چیزی رو درست کردیم. بعد از اینکه این به حساب تموم شد، میخوام متنمون ظاهر بشه و حالت مایع داشته باشه. یک متنی وارد میکنیم اینجا، مثلا Motion Graphics همچی چیزی. این نقطه ثقلش رو میذارم وسط و خودش هم دقیقا وسط صفحه قرار میدم به این شکل. خب برای اینکه بتونیم برای این هم حالت مایع درست بکنیم، باید اینو در واقع از روش ترک مید استفاده کنیم. میایم یک به حساب مستطیلی به این شکل رسم میکنیم. حالا رنگش هم میکنیم سفید که دیده بشه و اینو مثلا انیمیتش میکنیم از قسمت پایین. مثلا میخواد دیده بشه، مایمون میخواد از قسمت پایین دیده بشه و ظاهر بشه. میام پی رو میزنم پوزیشن، مثلا جایی که این از صفحه خارج میشه و ثابت میشه اینجا شروع میکنم. مثلا توی فرض کنین 20 فریم میخوام این اتفاق بیفته یا 30 فریم. اینو کی فریم میزنم و توی محور ایگرگ میبرم بالا، میذارمش روی این به این شکل. انتخابش میکنم. F9 رو هم میزنم. حالا برای که حالت مایع به وجود بیاریم میتونیم از همون افکت Turbulent Displacement که اینجا ایجاد کردیم
کنترل سی بزنیم و روی اینم قرار بدیم. ببینین خیلی راحت اون حالت مایه به وجود میاد. حالا برای که این اینجا دیده نشه و فقط داخل این متن نشون داده بشه، قسمت ترک میت این متن رو میذاریمش روی آلفا به این شکل. ببینین الان فقط داخل متن میتونیم اینو ببینیم. حالا رنگ متن هم میتونین اینجا عوض کنین، فرض کنین بخواین اولش سبز باشه، یا حالا رنگ ها رو میتونین سلیقه‌ای کار کنین هر جور که دوست داشتین. مثلا اولش این باشه، بعد میتونین از این دوتا یه دوپلیکیت بگیریم، کنترل دی رو میزنم و اینو یکم بهش فاصله میدم، رنگش رو هم عوض میکنم، مثلا میذارم سبز. میبینین اول این یکی میاد بعد سبزه. حالا میتونین جابجاش کنین به این شکل، اول این میاد بعد سبزه وارد میشه. باز میتونین از این یه دوپلیکیت دیگه بگیریم و در نهایت رنگش رو مثلا سفید کنین. باز این رنگ سفید هم میتونین جابجاش کنین به این شکل دیگه. حالا اینا به قولن سلیقه‌ایه که کدوم رنگ اول بیاد و کدوم بیاد و در نهایت به این شکل تبدیل میشه. این مثلا بعد از اینکه اینا ظاهر شدن، حالا ترتیب اینا رو زمان بندیش رو میتونید با اینا جابجا کنین، زمان بندیش رو مشخص کنین. مثلا بعد از اینکه این سفیده بالا اومد اینجا، میخوام اسکیلش و سایزش رو یکم بیشتر کنم. میام توی قسمت کانتنت، ریکتنگل، ریکتنگل پث و سایز رو یک کیفره میزنم. یو رو هم میزنم که کیفره می دیگه هم ببینم مثلا دقیقا بعد از اینکه اومد بالا این اسکیل ظاهر میشه. مثلا توی 10 فریم یا 20 فریم اسکیل وایش رو زیاد میکنم به این شکل که از هر دو طرف این مایه به قولن متنمون رو پر کنه به این شکل. این دوتا هم میتونیم انتخاب کنیم، F9 رو میزنیم که یه حالا زمان بندیش رو خودتون میتونین درست کنیم، ولی خب مهم تکنیک کاره. الان میخوام اون گردالی که دور این ایجاد می شد و به وجود بیارم. میتونیم از یک دایره استفاده کنیم، حالا فیلش رو میتونیم برداریم و بهش استروک بدیم فقط. حالا رنگش هم هر چیزی که دوست داشتیم میتونیم بذاریم، مثلا زرد. من یه دایره به این شکل دور تا دور این رسم میکنم و از تکنیک تریم پد استفاده میکنم. تریم پد رو بهش میدم، میرم اندش رو دقیقا میخوام بعد از اینکه این ظاهر شد اون دایره بیاد. حالا یا قبلش اینا رو بعد میتونیم درستش کنیم، مثلا 20 فریم بعدش به این شکل اینا میام میکنمش صفر. برای استارت هم کی فریم میزنم چند فریم بعد از اند، استارت رو کی فریم میزنم، میرم مثلا دو سه فریم هم بعد از اند اینو صد میکنم. میبینیم الان همچی چیزی داریم. اینا رو قبلا یاد گرفتیم، فقط اینو باید یکم جا به جاش کنیم که بتونیم سایز اینو مشخص کنیم. مثلا این مناسبه، اینم F9 میزنم. حالا برای که اونم حالت بقولن اون افکت داشته باشه، میام همین تربیولنت دیسپلیسمنت اینو کپی میکنم روی این لایه پیست میکنم. ببینید همچین حالتی. خب حالا میتونیم مثلا با ظاهر شدن این یه خط دیگه هم داشته باشیم. میتونیم همین لایه رو انتخاب کنیم، مثلا یه خطی هم از اینجا تا اینجا رسم کنیم. ببینید دقیقا با ظاهر شدن این
این خط هم حرکت میکنه. میتونید حالا رنگش رو عوض کنید، اینو انتخاب کنید، مثلا برای این رنگش رو مثلا سبز انتخاب کنید به این شکل. حالا تایمش هم میتونید مشخص کنید، مثلا میخواین همزمانی که این داره ظاهر میشه سفیده به این شکل همچه حالتی. و بعد از اینکه اینا تموم شد، مثلا یه دو تا از این افکت بارستا که مال برنامه موشن برو بود میتونیم استفاده کنیم. از منوی ویندوز اکستنشن موشن برو رو باز میکنم و از این حالت استار بارس رو اضافه میکنم، مثلا توی قسمت شیپ المنت از این مدل ها هر کدوم که دوست داشتین میتونین استفاده کنیم. مثلا یکیشو این استفاده میکنم، یکیش هم مثلا این. بعضی که اضافه شد اینو میبندم. حالا اینو دیگه میتونین خودتون سایزشو کوچیک کنین، جاش هم مشخص کنین. مثلا اینو کوچیک میکنم، پی پوزیشن رو میزنم مثلا توی محور ایکس جا به جاش میکنم. اینو مثلا میذارمش این بالا، این یکی هم اس میزنم، اسکیلش میکنم یکم کوچیکش میکنم، پوزیشن میزنم و میذارمش اینجا. این حالا دیگه زمان بندیش رو هم میتونیم مشخص کنیم بعد از اینکه اونا ظاهر شدن، یا میتونیم بعد از اینه که اون ظاهر شدن یا ببرین بعد از اینکه این تموم شد اینا ظاهر بشه. ببینید که چقدر راحت تونستیم همچین لوگو موشنی رو به وجود بیاریم. امیدوارم از این ویدیو آموزشی هم لذت برده باشید.